أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِدُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. در تتمه بحث دیروز مطلبی که مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه در مجمع فرمودند و دیگران هم به اشاره کردند، خواستن به اطلاق حتی تنکه زوجن غیره استدلال کنن و تمسک کنن که ولایت پدر بر دختر بالغه ساقط است، زیرا ظهور اسناد نکاح به زن استقلال زن است در مسئله نکاح و اطلاق شامل سیبه به باکره خواهد شد و در خصوص مسئله صغیره البته به دلیل خارج شد. این خلاصه فرمایش مرحوم امین الاسلام است که در مجمع به اطلاق این ذیل توسط کردن. البته از نظر بحث قرآنی حق با ایشان است، یعنی اگر فقط در مسائل محور تفسیر بخواهیم بحث کنیم، این حتی تنکه اطلاق دارد، چه این که آیات دیگری که در همین باب است اطلاق دارد و به اطلاق این آیات تمسک کردن. منتها این اطلاق ها یکسان نیست، بعضی قوی است و بعضی متوسط یا ضعیف. در همین آیه 232 که دارن در پیش داریم، فمود و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن، این اطلاق دارد که نکاح را به خود این زنها اسناد دادن، چه ولی اذن بدهد چه ولی اذن ندهد. یا در آیه 234 که فرمود فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف، زنها را در مسائل نکاح و زواج مختار میبیند، مطلق است، مغیر به اذن ولی نیست. اگر دلیل خاصی ولایت ابو جد را نسبت به بالغه رشیده تثبیت کرد، خب مایه تغییر این اطلاق هاست، و اگر چنون چه دلیل خاصی تغییر نکرد به این اطلاق ها عکس می شود. گرچه بعید است که زنی شوهر داشته باشد سه بار طلاق بگیرد معذالک باکر بماند، اما یه فرق است بین این که ما بخواهیم مطلق را بر فرد نادر هم بکنیم یا اینکه مطلق همونطوری که فرد شایع را شامل می شود فرد نادر را هم شامل می شود. حمل مطلق بر فرد نادر خلاف ظاهر است، اما شمول مطلق نسبت به فرد نادر که خلاف ظاهر نیست. مطلق حجت است نسبت به همه مصادیق، خواه اون مصداق فرد ضعیف باشد، خواه فرد قوی، خواه شاذ باشد، خواه مشهور. اگر ما مطلق را بخواهیم بر فرد نادر هم بکنیم، این خلاف ظهور اطلاق است. بنابراین ظهور این آیات گرچه همسان نیست، به نحو اطلاق میگوید زن میتواند همسر بگیرد اگر بالغ شد، در تحت ولایت احدی نیست. از نظر بحث های قرآنی نوع فقهای ما با امین الاسلام موافقند. عمده بحث های روایی است که ملاحظه فرمودید محقق در متن شرایط دارد که آیا بالغه رشیده اگر باکره باشد تحت ولایت ابو جد هست یا نه. فیه روایتان، اشهرش این است که ولایت ساقط است،
لذا در بحث مستحبات نکاح که میرسن محقق میفرماد به این که برای دختر در صورتی که باکره باشد مستحب است که از پدر اذن بگیرد. این چنین نیست که یک امر مفروغ عنه یا اجماعی امثال ذلک باشد. البته بعضی ها هم فتوا به لزوم استیذان دادن، بعضی ها احتیاط لازم کردن، بعضی احتیاط استحبابی، بعضی هم مثل محقق فتوا به استحباب دادن. بین این چهار گروه چهار طرز تفکر فقهی است. از استحباب استیذان تا فتوای صریح به لزوم استیذان چهار مرحله است. یک وقت فتوای صریح است که این در نکاح مستقل نیست، حتما اذن ولی لازم است. یک وقت به صراحه فتوا بدهن که یشترطو فی نکاح ها اذن ولی نیست، تعبیر به اقواست. از این مرحله ضعیفتر تعبیر به احوت لزومی است، از این مرحله ضعیفتر تعبیر به احوت استحبابی است، و از همه مراحل ضعیفتر استحباب است. چون استحباب از احتیاط استحبابی ضعیفتر است، در احتیاط استحبابی استشمام ضرورت وجوب می شود، و اما در فتوای به استحبابی هم که استشمام نخواهد شد. این چهار مرحله است. ولی برای اینکه به احتیاط نزدیکتر باشد و جمع بین حق والد و ولد بشود، تبرکن این چند روایتی که میتواند احیانا مقید اطلاقات این آیات باشد بخوانیم. در ابواب عقد نکاح، در وسائل، باب اولیای عقد، باب چهارم، حدیث اول و دوم و سوم و چهارم تا حدودی مسئله را بیان میکنند. روایت اول باب چهارم ابواب اولیای عقد، عن زرارة ابن اعین قال سمعت ابا جعفر امام باقر سلام الله علیه یقول لا ینقض النکاح الا الاب، کسی نمیتواند نکاح را نقض کند مگر پدر. خب اگر پدر ولی نکاح نباشد و ولایتی بر دختر نداشته باشد که حق نقض ندارد، گرچه این مطلق است قابل حمله بر صغیره خواهد بود، اما اطلاق این حدیث شامل بالغ و غیر بالغ خواهد شد. در حدیث دوم از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که الجاریت البکر التي لها ابان لا تتزوجو الا به اذن ابیها. این به خوبی دلالت دارد بر اینکه اذن پدر لازم است. اگر البته روایات قوی تر معارض او نبود به همین روایات میتوان اخذ کرد، ولی علی حال این میتواند به نوبه خود گرچه مطلق است مغیر اطلاقات آیات باشد. الجاریت البکر التي لها ابان لا تتزوج الا به اذن ابیها. در روایت سوم محمد ابن مسلم عن احدهما یعنی امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما نقل کرد که حضرت فرمود لا تستعمر الجاریت اذا کانت بین ابویها لیس لها مع الابی امرون، و قال یستعمرها کل احد ما عدا الاب. فرمود دختری که پدر دارد از او اجازه نخواه، استعمار نکن، طلب امر و مشورت نکن. یستعمرها کل احد ما عدا الاب. اگر دختری پدر دارد هر کسی بخواهد با او ازدواج کند بدون اذن اب نمیتواند ازدواج کند. باید اولا با خود طرف مشورت کرد که رضایت او را گرفت و اقدام کرد. تنها پدر است که میتواند اقدام بکند. یستعمرها کل احد ما عدا الاب. این روایت نطاقش خیلی بلند است، یعنی اصلا اذن دخترم لازم نیست، استعمار و مشورت کردن لازم نیست. در حدیث پنجم این چنین آمد است که امام باقر سلام الله علیه که لا ینقض النکاح الا الاب
که این لا ینقضون نکاح الا العبد در روایات دیگر هم هست، مضمونش در همون روایت اولم بود. از این روایات ولایت پدر بالقول المطلق بر باکره و غیر باکره را میخوان اثبات کنن. اگر این روایات نصابش تمام باشد، اونگاه میتواند مقید اصلاقات باشد که یکی از اون اصلاقات همین آیاتی است که به بعضی از این آیات مرحوم امین الاسلام در مجمع اشاره کرده. مطلب دوم این است که در طلاق عدی که مایه حرمت ابدی است، صرف 9 بار طلاق دادن با تخلل تحلیل کافی نیست. بیان ذالک این است که اگر مردی 2 بار زنش را طلاق داد، بار سوم اون زن بر این مرد حلال نیست، حتی تنک زوجن غیره، چه این که این مرد با این زنی که 2 بار طلاق داد و دوباره حواله زوجیت خود در آورد از راه رجوع در عده باشد یا با عقد جدید، خواه مباشرت کرده باشد خواه نکرده باشد، در همه این صور اگر 2 طلاق رجعی باشد، سومی طلاق باین است و بر مرد حلال نیست حتی تنک زوجن غیره. ولی اگر بخواهد برای بار نهم که 3 دور این روش تکرار می شود، این زن بر مرد حرمت ابدی پیدا کند، چند شرط دارد. شرط اول آن است که طلاقش رجعی باشد و در مدت عده هم رجوع کرده باشد که امساکش به رجوع باشد نه به عقد جدید. اگر امساکش به عقد جدید بود، 100 بار هم مرد زن را طلاق بدهد و محلل بگیرد، باز برای او رواست. اون 9 طلاقی حرمت ابدی می آورد که مرد زن را به طلاق عدی طلاق بدهد اولا و در عده رجوع بکند ثانیا و بعد از رجوع در عده مقاربت بکند ثالثا، بعد در طهر غیر مواقعه طلاق بدهد رابعا، اگر این روش در دور اول که 2 طلاق رجعی است و 1 طلاق باین حاصل شد و همین روش در دور دوم و در دور سوم حاصل شد، این روش که او از او به عنوان طلاق عدی یاد می کنند 3 دور تکرار بشود، اونگاه حرمت ابدی می آورد. پس این فرق در حرمت ابدی با حرمت بعد از طلاق سوم هست. البته استفاده این حکم هم از آیات مشکل است هم از روایات، و دلیل مهمش هم مسئله اجماعی است که ادعا کردم. بعضی از روایات است که البته احتمال استفاده است که اونها رو میخونیم. مطلب بعدی آن است که در آیه بعد که فرمود و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، میخواهد سلطه مرد را از زن قطع کند. فرمود به این که وقتی شما زن را طلاق دادید، اینها به پایان مدت رسیدن، اجل یعنی همون مدت و اون عده، وقتی دارن به پایان عده میرسن، شما عهد الامرین را انتخاب بکنید، یا نگه بدارید اینها را در همون عده مراجعه کنید، یا صبر کنید عده اینها تمام بشود خودشون آزادانه تصمیم بگیرن. که این حکم قبلا گذشت، الان همین حکم فقهی را با چندین حکم اخلاقی بازگو فرمود. فرمود و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرهوهن بمعروف، یا در همون عده خواستید اینها را امساک کنید که دوباره به همسری بپذیرید، مختارید، اما این امساکتون به معروف باشه. این امساک به معروف را در سوره مبارکه طلاق تا حدودی مشخص کرد. فرمود به این که اولا در زمان عده، چون المطلقه الرجعیه زوجتون حق سکنا دارد، شما حق ندارید اونا را از خانه بیرون کنید و اونها هم حق ندارن از خانه بیرون بروند که مبادا الغه بالکل منقطع بشود، لعل الله یحدث بعد ذلك امرا،
لذا در آیه اول سوره طلاق فرمود یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده و اتقوا الله، مبادا در شمارش این عده بی تقوایی کنید. زن بی تقوایی کند که بخواهد زودتر همسر بگیرد، مرد بی تقوایی کند بخواهد زودتر او از خانه بیرون کند. و اتقوا الله در احصای این عده، لا تخرجوهن من بیوتهن، چون متحلقه رجعیه هنوز زوجه است و از شوهرش اگر در حال عده بمیرد ارث میبرد و حق سکنا دارد، در این حال که خانه خانه شوهر است، خدا این خانه را خانه زن هم میداند و بود اینها را از خانه هاشون بیرون نکنی، چون متحلقه رجعیه هنوز زوجه است، هنوز حق نفقه دارد، حق کسوه دارد، حق سکنا دارد، هنوز ارث میبرد. لذا فرمود لا تخرجوهن من بیوتهن، نفرمود من بیوتکم، ولا یخرجن، اونها هم بیرون نرن که احساس آزادی بکنن، زیرا اگر اونها بیرون برن کم کم ممکن است این علقه مختصرم قطع بشود، به شوهر برای بار دوم حاضر نباشد با او زندگی کنند، این خانه را حفظ کند. ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشه مبینه، که در اون حال البته نه تنها مجاز است بلکه احیانا اخراج میکنند. و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ضرب نفسه، چرا بیرون نرود؟ فبود لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، شاید قلب ها به هم مرتبط شدن دوباره خواستن با هم زندگی کنن، فورا او را از خانه بیرون نکنید. این امساک به معروف است. این درباره اسکان. درباره نحوه اسکان هم در همین سوره طلاق آیه ششم فرمود اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم، هر مقداری که وجد شماست، یعنی میابید، وسع شماست، توان اون رو دارید، هر جایی که خودتون سکونت دارید او را در همون حد اسکان بدید، دیگر او را در یه اتاق تاریک اسکان ندی. از کنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تزاروهن لتزیقوا علیهن، به قصد آسیب و زیان اینها اقدام نکنید که کار را به اینها فشار بیاورید که زود بیرون برن، و این مال زمان عده است، و اگر این زن باردار است باید همین روش را ادامه بدید حتی یزعن حملهنه، و اگر فرزندی را از شما به دامن نهاد چون مولود له که پدر است عهده‌دار نفقه و تمام هزینه های فرزند است نه زن، لذا فرمود این عرض عملکم فاتوهن اجورهن، اگر بچه های شما را شیر دادن اجر اونها را بدی، چه این که کسوه و نفقه زن مادرها هم بهده خود مرد است که در آیاتی که در همین سوره مبارکه بقره در پیش داریم خواهد آمد که وعلى المولود له رزقهن و کسوتهن. پس اگر فرمود فامسکوهن بمعروفن او سرهوهن بمعروف، امساک معروف را این چنین مشخص کرد از در اسکان انفاق. خب سرهوهن بمعروف چی؟ فرمود حالا که قصد ابقاء زوجیت ندارید دیگه بدگویی نکنید، بالاخره شما هم یه اشکالی داشتید و هم یه انتقادی داشت، زندگی ترک شد، اگر او بخواهد زندگی مجدد تأسیس کند دیگر برای خطب کننده های او قصه ماجرا نگویی که اونها را از ازدواج مجدد باز دارید. این که تصریح به جمیل نیست، تصریح قوی هست. شما تصریح به معروف نکردید، تصریح به احسان نکردید، سراح جمیل نکردید. اصرار قرآن این است که حالا که گذشت گذشت، با سرنوشت این زن مطلقه بازی نکنی، حالا او را رها کنی در انتخاب همسر آزاد باشد، ممکن است از این گذشته خود پندی گرفته باشد. دیگر این چنین نیست که شما فشار بیارید نسبت به پیشنهاد دهنده های بعدی عیب های یک طرفه او را بگویید و اشکال های خود را مطرح نکنید و مانند دار، این کار را نکنید. اگر این کار کردید این تصریح جمیل نیست، تصریح احسان نیست، تصریح معروف نیست. این که در آیات گوناگون فرمود سرهوهن به معروفن،
او تسریحون به احسان یا سرهون سراحن جمیلا، یعنی وقتی نخواستید با او زندگی کنید او را آزاد بگذارید. پس هم امساک معروف را در قرآن مشخص فرمود و هم تسریح معروف را. فامسکوهن به معروف او سرهون به معروف ولا تمسکوهن زرارن، نه تنها به امر اکتفا نکرد بلکه نهی هم به صراحت ذکر کرد. هم امساک معروف را باز کرد هم تصریح به معروف را باز کرد. امساک معروف چیست؟ تصریح به معروف چیست؟ امساک معروف این است که ولا تمسکوهن زرارن، مبادا دوباره بروید به سراغش او را به حباله خود در بیاورید، او را کل معلقه بگذارید، نه با او زندگی کنید اونطوری که مرد با همسرش به سر میبرد، نه او را رها کنید. قصدتون این نباشد که در حال عده او را برگردانید و با او زندگی زن و شوهری نداشته باشید که در جاهلیت این رواج داشت. ولا تمسکوهن زرارن، این رو در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید، هم امر کرد فرمود و به اولتهن احق و بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، هم در اینجا نهی کرد فمود ولا تمسکوهن زرارا لتعتدو، که اعتدا و تعدی کنید نسبت به او ستم روا بدارید. اما تصریح به احسان را در آیه بعد فبود به این که به ازا تلقتم النساء فبلغن اجرهن فلا تعذروهن ان ینکحن ازواجهن ازا ترازوا بینهم بالمعروف، اون راجع به تفسیر تصریح به احسان است. الان درباره تبیین امساک معروف سخن است که فرمود ولا تمسکوهن زرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه، اگر کسی نسبت به زن ستم کرد در حقیقت به خود ظلم کرده است. این دیگر همون بحث کلی اخلاقی است که اصولا هیچ کسی به دیگری بد نمی کند الا بالعرض، تمام ستمها را به خود می کنند اولا به بزاد، سایه ستم به دیگری می رسد. ممکن نیست کسی بتواند به کسی ظلم بکند الا بالعرض، مثل آنکه انسان در درون خانه خود کنیفی حفر می کند بدبو که خودش در اون کنیف زندگی می کند دائما، منتها گاهی که در کنیف گرفته شد بوی این کنیف اون عابر را متعزی می کند گاهی، وگرنه انسان اگر کنیف بدبوی حفر کند و خود در اون کنیف به سر ببرد تمام آسیب مال اوست بلاصاله، و یک آسیب به طبع هم به عابر کنار کوچه می رسد. هر کسی هر خطری نسبت به دیگری دارد، ضرری و ظلمی و حسدی و کینه‌ای درباره دیگران دارد، در حقیقت کنیفی کنده است و خود را در اون کنیف زندانی کرد، گاهی این در کنیف گرفته می شود و عابر آسیب می بیند. لذا فرمود و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه، حصر در این آیه نیست، اما سیاق این آیه و نحوه این تعبیر آن است که این فقط به خود ظلم می کند. همون آیه که در سوره اسراء که ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلها، که اون لام رو در بحث قبل مراده فرمودید لام اختصاص است نه لام نفع، تا ما بگوییم ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فعلیها، نظیر لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، اون لام لها ما کسبت لام نفع است، لذا فرمود لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، اما لام این احسنتم احسنتم لانفسکم لام ارتباط و اختصاص است، این عمل مخصوص عامل است. چه خوب که بعد این لام لام نفع نیست تا در طرف سیئه بگوییم بین اساتم فعلیها، یا اون لام اول لام نفع نیست که از باب مشاکله در باب دوم گفته باشیم بین اساتم فلها، بلکه لام لام اختصاص است، عمل عامل رها نمی کند، اگر خوب است که مال خود عامل است و اگر بد است که مال خود عامل است. لذا فرمود من یفعل ذلک
فقط ظلم نفسه. اونگاه برای تثبیت این مطلب فرمود اینا آیات الهی است، اینا قوانین الهی، احکام الهی، آیات الهی، اینها را به استهزا نگیری. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، سهل انگاری در احکام همون آیات الهی را معاذ الله مسخره کردن است. همون آیات الهی را بها بدی، احکام الهی را بها بدی. اگر بها ندادید اونا را به استهزا گرفتی. همونطوری که مورد سخریه و استهزا معتبر و محترم نیست، اگر حکم الهی عمل نشود معاذ الله استهزای به حکم خداست. ولا تتخذوا آیات الله هزوا. بعد فرمود این آیات الهی نعمتهای خداست، کفران نعمت نکنی. احکام الهی نعم الهی است. همونطوری که چشم نعمت است، کسی حق ندارد چشم خودش کور کند، ناطقه نعمت است حق ندارد خود را ابکم کند، سامعه نعمت است حق ندارد خود را ناشنوا کند، احکام الهی نعم الهی است، کسی حق ندارد کفران نعمت کند. ما امروز خیال میکنیم احکام برای ما تکلیف است. و این اصطلاح تکلیف برای آن است که ما واقع طعم احکام را نمیچشیم. و اگر طعم احکام را بچشیم از این احکام الهی به عنوان نعم الهی یاد میکنیم، نه تکالیف. اینا نعمتهای خداست. چطور ما نمیگوییم مکلفیم به استنشاق هوا، نمیگیم مکلفیم به نوشیدن آب زلال، نمیگیم مکلفیم به خوردن غذای خوب، میگوییم متنعمیم. نباید بگوییم ما مکلف به نماز روزه ایم، باید بگیم متنعمیم. خود اینا نعمتهای الهی، این نعمتها را کفران نکنی. وذکروا نعمت الله علیکم. ملازم فهمید که این آیات درباره آیات توحید نیست، نظیر آیاتی که خدای سبحان با مشرکین و وثنیین خطاب میکند نیست، به همین مؤمنین و مسلمین خطاب میکند، یعنی کسانی که در حوزه تکلیف به سر میبرند. فبود ما این آیات را لقوم یعلمون ذکر میکنیم. تمام قسمت مهم حرفم با علماست. در حقیقت ما ها اگر برای خودمون جا بیافتد که این احکام الهی نعم است نه تکالیف، لااقل خودمون با این احکام الهی جوریه برخورد میکنیم. نمیگه با مکلفی، مواظب حرفامون هم هستیم، میگیم متنعمی. او خواست ما رو احیا کند در حقیقت. فرمود وذکروا نعمت الله علیکم. اون جاهایی که این احکام الهی اجرا نمیشود میبینید به چه دامی افتادم. نه اساس خانواده برای اونها مطرح است، نه از زندگی ترفیع بندن، چه رسد به آخرت که گرفتار عذاب علیمن. همون این احکام الهی است، اینا نعمتهای الهی است، اینا آیات الهی است. یا از اینها به عنوان آیات یاد میکند، یا از اینها به عنوان نعم یاد میکند. وذکروا نعمت الله علیکم. خدای سبحان وقتی مسئله دین را یاد میکند، مسئله ولایت را یاد میکند، و مد که من نعمتم را بر شما تکبیر کردم. اون دینی که من برای شما میپسندم اسلام است، که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. وذکروا نعمت الله علیکم بما انزل علیکم من الکتاب و الحکمه. این ذکر خاص بعد از عام است. عمود نعمت خدا را که بارزترین اونها قرآن است، بارزترین اونها حکمت و معرفت و فقه است، بارزترین اونها احکام الهی است، به یاد اینها باشید. وذکروا نعمت الله علیکم بما انزل علیکم من الکتاب و الحکمه. اینها مسائل برهانی است. بعد عمود یعدکم به، شما را خدا موعظه می کند. اون جذب الخلق الالحق را می گوین موعظه. اگر در کسی کشش پیدا شد او متعظ است، و اما اگر کسی فقط می کوشد که برود، کششی درونیست، او از وعظ بهره ای نبود، او با دستور خشک تکلیفی حرکت می کند، اون حالت جذب الخلق الالحق را میگوین موعظه. اون کشش را میگن موعظه. اگر انسان را از جلو بکشن، خب انسان میفهمد که زمامش به دست دیگریست، با کشش جلو میرود.
اما اگر پشت سر سوق بدهن و هی کنن، او هم میفهمد که با دفع دارد میرود نه با جز. این با موعظه نمیرود، این با تهدید میرود. بالاخره رفتن یا با جز است یا با دفع، یا از جلو انسان را میکشن. انسان احساس میکند به اینکه علی الله رزق با یک طرف، ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها، طرف دوم انسان احساس میکند که دیگری او دارد میبرد. این توبه له به حسن و معاب نشد، لاغل بفهمد پشت سر خبری هست که از پشت سر میرانن هی میکنن که سوق است این. اگر نه اون بود نه این، خب میسته. بالاخره انسان یا باید احساس کند که با جاذبه جلو میرود یا با سائق دنبال باید حرکت کند. فرمود یعظکم به، خدا واعظ است، شما را میکشاند نمیراند از پشت سر. گرچه با وعید میراند اما با وعده میکشاند، چون در وعده تشویق است، در وعید است که ترهیب است و تخویف است و انذار. و اتقوا الله، در همه مسائل فرمود تقوا رعایت کنید و مبادا خدای ناکرده اون حب نفس طوری باشد که الحرب خودتون، در این جنگ جهاد اکبر که جهاد درون است، اون دشمن که خود را دوست معرفی کرد سرتون کلا بگذارد. و علم ان الله بكل شيء عليم، چون بالاخره جنگ با خدعه پیش می رود، با خدعه نظامی، و او کارش خود است، یعنی نفس اماره و نفس مسوله. مبادا یه وقتی اون عقده هاتون رو بخواد خالی کنید به حساب احکام الله بیارید. و علم ان الله بكل شيء عليم، هم انسان بداند که خدا میداند، هم بعد از فهمیدن تقوای عملی را رعایت کند، خود را فریب ندهد. اما روایاتی که در تتمه بحث دیروز بود راجع به اون طلاق عدی، چند روایت هست که یکی از اونها را تبرکن بخوانیم که معلوم بشود طلاق عدی که بار نهم حرام است، غیر از اون طلاقی است که بار سوم محلل میخواهد. در اینجا باید در عده رجوع کند، بعد مباشرت کند، بعد در طهر غیر مواقع طلاق بدهد، و همچنین این حال را سه دور که می شود نه بار تکرار کند. روایت 13 باب 3 ابواب اقسام طلاق از معلب بن خنیس آمده است، از ابی عبدالله امام صادق سلام الله علیه، فی رجل طلق امرأته ثم لم یراجعها حتی حاضت ثلاثه یز ثم تزوجها ثم طلقها فیترکها حتی حاضت ثلاثه یز ثم تزوجها ثم طلقها من غیر ان یراجع ثم ترکها حتی حاضت ثلاثه یز قال له ان یتزوجها ابدا، این کار را اگر 9 بکند حرام ابد نمی شود، 100 اگر بکند حرام ابد نمی شود، حرمت ابدی نمی آورد. له ان یتزوجها ابدا ما لم یراجع و یمس، این باید در عده مراجعه کند و مساس حاصل بشود. اون 3 حکمش دیگر است. این حرمت ابدی باید رجوع در عده باشد، نقد جدید، و در عده هم که مراجعه کرده است مباشرت حاصل شده باشد. والحمد لله رب العالمین.